افرادی که دست به فاجعه سازی میزنند و تمام اشتباهات و خطاهایی که از اونها سر میزنن به عنوان یک فاجعه، یک مصیبت، یک درد تمام ناشدنی، یک فاجعه تمام ناشدنی ازش یاد میکنن و کارهای خوب مثبتی رو که انجام میدن انقدر بی ارزش و کم ارزش جلوه میدن که این کار هیچ کاری انجام ندادن، با این دست از افراد با این تفکر باید اینطور صحبت کرد این طوری باید تغییراتی رو که میخوایم روشون انجام بدیم از این راه باید وارد شد که هر مشکلی رو باید به اندازه خودش دید هر اتفاق بعدی که میفته هر حالا تفکر منفی که تو ذهن شما هست رو میشه اینطوری دید به اندازه خودش دید مثلا شما تو همون مثالی که زدم قسمت قبل اگر به مهمانی دعوت میشید و درس به پارچه آبی میخوره و میریزه به این رو نباید اینقدر بزرگش کنید به عنوان یک فاجعه خودتون رو نباید مقصر جلوه بدید یک اتفاق بوده یک حادثه بوده که برای هر کسی دیگه ممکن اتفاق بیفته اما اینکه شما دارید الان خودخوری میکنید خودتون رو سرزنش میکنید ملامت میکنید خودتون رو در حد یک چلمن در حد یک آدم بی دست و پا و دست با دارید مطرح میکنید این منصفانه نیست ممکن بود برای دیگران هم اتفاق بیفته کمون که اتفاق میفته و هیچ ات... برای اونها هیچ مسئله ای به وجود نمیاد این دست از افراد که فاجعه سازی میکنن مسائل منفی رو درشت جلوه میدن و مسائل مثبت رو خیلی کم ارزش جلوه میدن باید بتونن تنظیم افکار خودشون رو به دست خودشون بگیرن افکار منفی همونطوری که عرض کردم تو قسمت های قبلی زایندگی زیادی رو دارن همین که افکار منفی سراغ انسان ها میاد دید انسان نسبت به اطرافیان افکارش افکار دیگران و حتی کارهای دیگه‌ای که میخواد انجام بده تغییر میده زایندگی افکار منفی مثل یک سم میمونه که انسان خودش به دست خودش داره مثل این میمونه که چاقوی رو داره به, هنج... به, حلق خودش میکشه و خودش رو داره از بین میبره نکته دیگه این هستش که ما باید تو هر مشکلی تو هر اشتباهی خطایی که از ما سر میزنه باید بتونیم افکار منفی رو کم رنگش کنیم کمترش کنیم اگر یه اتفاق میفته مثلا شما نامزدتون رو دعوت میکنید به یک مهمانی و اون اون رو رد میکنه شاید به این دلیل باشه که مشکلی هست قرار جای دیگه ای رو داره میتونید حتی بهتر جای بهتری رو بگردید پیدا کنید اینکه حالا شما عدل بگردید دنبال اینکه چرا اون این کارو کرد شاید من مشکلی داشتم شاید هزاران افکار منفی ممکنه به سراغ شما بیاد شما باید اینها رو کنار بذارید و اونها رو کمترش کنید خودتون رو مشغول کنید به کارهای دیگه نکته دیگه این هستش که شواهد مثبت رو هم همیشه باید تو کارهای خودتون لحاظ کنید کسایی که فاجعه سازی میکنن دلیلی نداره که بخواد اینقدر اون رو بزرگش کنن جاهای مثبتی هم هست شما مثلا میتونید تو همون دست زدن مثلا دستتون که خورده به پارچه آب تو مراسم ریخته بیاید مثلا از چیز جملات نمکین استفاده کنید بخندونید اطرافیان رو میتونید حتی مثلا اگر برای شما خیلی سخت نباشه بگید آقا مثلا دستمان رو بیر من تمیزش کنم یا مثلا بگید که آب روشنی کار هست از این اصطلاحات میتونید استفاده کنید یک مقدار افکارتون رو باز کنید نسبت به این شرایط نکته ای که حالا به عنوان مطلب آخر باید خدمت رو ارز کنم این تفکر فاجعه سازی راهی نداره جز کم کردن و تنظیم کردن افکاری که انسان ها بعد از انجام اشتباهات و یا کارهایی که حالا دست خودشون هم نیست اتفاق میفته صورت میگیره